بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. سخنان زیبا و ارزشمند همکار گرامی امون جناب مولانا بدری حفظه الله استفاده کردید. سخنان بسیار ارزنده و خوبی بود. الله تعالی توفیق عمل نصیب بفرماید. و آیه که تلاوت شد حضور شما، کلمات شکسته عرض میشه تا انشاءالله ما به موعد برسیم و سر وقت نماز برگزار میکنیم. یک مشکلی که امروز عمومی هست و فراگیر و همه جهان اسلام فرا گرفته، بلکه همه بشریت را فرا گرفته است و کل کره خاکی گرفتار این مشکل هست، الا ما شاء الله، کمن اون بندگانی که از این مشکل نجات یافتن. غفلت هست و این غفلت غیر مسلمانان را به شیوه دیگه گرفته است، گرفتار کرده، که اونها از الله تعالی غافلند و از بعثت انبیاء علیهم السلام و برنامه های الله تعالی برای بشر که به صورت ارسال رسول، یعنی فرستادن انبیاء و انزال کتب، یعنی نازل کردن کتاب های آسمانی و شریعت هست، شریعت های دینی است و شریعت اسلام، بخش بزرگ جامعه انسانی از این غافل هست و چنان غفلت اونها را فرا گرفته که اونها به این مسئله آمادگی ندارن فکر کنن، حاضر نیستن قرآن ببینن، حاضر نیستن نام گرامی انبیاء علیهم السلام و نام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، آخری پیامبر خدا را که خاتم النبیین هست و رحمت للعالمین و پیام آور، پیام نجات بخش برای همه بشریت و انسانیت دارد، حاضر نامشون را بشنوان و حاضر نیستن لحظه در رابطه با قبر و در رابطه با حشر و آخرت فکر بکنن و تمام غم و هم و تلاششان فقط و فقط برای دنیاست، برای سرمایه، برای اولاد، برای جایگاه است، برای پست، برای مقام. و این غفلت، غفلت خطرناکی است و غفلتی است که سرانجامش ناکامی و شکست. و اگر عذاب در دنیای و اگر از عذاب دنیا نجات بگیرند، رسوایی آخرت و جهنم. چرا که الله عقل داده، عقل خودش پرستاده رب العالمین است، پیامبر پرستاده، کتاب پرستاده و الله هشدار داده است که
نباید غافل باشند، نباید بشر غافل باشه از برنامه ای که الله برای او داره، برنامه ای که الله برای او تنظیم کرده است به نام شریعت، به نام دین، و نباید از عواقب عمل کردش غافل باشد. و این غفلت، غفلت خطرناکه و به فرتگاه سقوط بشر کشنده است و به تباهی بشر کشنده. اما یک عزیزان من، غفلت دیگری که مسلمانان با آن گرفتارند و این غفلت هم غفلت عام است و بسیار خطرناکه. امروز ما مسلمانان گرفتار مشغله های کاریمون، گرفتار محبت مال و تکثیر مال هستیم، گرفتار محبت فرزندانیم و همه وقت ما صرف مال می شود، فکر مال، ذکر مال و مشغول شدن به مال. مال را ما دوست داریم، سخت دوست داریم. و انه لحب الخير لشدید، الله ضعف ما را در آورده و ضعف ما را به ما تذکر داده است که انسان برای محبت مال بسیار شدید و سخته. همانطور انسان به محبت فرزندانش بسیار گرفتاره و اولاد را سخت دوست داره. و لهذا این دو عنصران و دو تا نعمتان که چنان ما را مشغول کردن به خود که نه یاد قبر هستو، نه یاد حساب و کتاب هستو، نه یاد حقوقای مالی و حق انسانه، و نیاد حقوق الله است و فروردگار و حق و حقوق رب العالمین هست. و لهذا عزیزان من، الله این هشدار داده که این دو موجودن که ما با آنها مورد آزمایش خدا قرار داریم. الله میخواهد نگاه بکنه که ما چگونه عمل میکنیم. لذا دنیا را الله زیبا کرده است. الله میگه زینتا، اولاد زینت، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزند و اولاد، زن و بچه، اینا زینت زندگی دنیا. اینها در همین دنیا مایه آراستگی هن، مایه خوشحالی هن، جلب توجه می کنند. اما باقیات و صالحات الله تعالی می فرماید بهترن از لحاظ نتائج، از باقیات و صالحات غافل نباشید و از عمل صالح و عمل نیک و نیکی برای آخرت و خیر برای آخرت و از ملاقات با پروردگار نباید انسان غافل باشه. لذا عزیزان من، آنچه که امروز ما یه غفلت است، قبر ما فراموش کردیم، حساب و کتاب را فراموش کردیم و ما ملاقات رب العالمین را که الله هشدار میده که ملاقات فروردگار بر حقه و ملاقات فروردگار را فراموش نکنید، ما فراموش کردیم همه اینها را. عزیزان من، از کجا فراموش کردیم؟ از همین مشغله های کاری. مشغولیت من با کارهای روزمره است و در حالی که ما به راحتی می توانیم کارهای روزمره را انجام بدیم. دنیا نیاز ماست، دنیا ضرورت ماست، فرزندان نعمت فروردگاران. ما باید اولاد و فرزند را صحیح تربیت کنیم، درست به اونها رسیدگی بکنیم، فرزندان ما ویل نکنیم، فرزندان هر کاری میکنند شاد باش به اونها نگیم، بلکه مواظب فرزندان ما باشیم که اولاد و فرزند ما چه عمل میکنند. پدر مدیر است و مادرم مدیر خانواده است. نباید مدیر غافل باشه از عمل کرد فرزندان، از نحوه زندگی فرزندان، چه معامله می کنند،
با چه کسانی برخورد دارند، با چه کسانی همراهند. این پدران غافلند و مادران غافلند که از فرزندان خود و از تربیت اونها و از تعلیم اونها و از توجه به فرزندان غافلند و توجه ندارن و فرزندان مصیبت درست میکنن، بدنامی می آفرینن و پدر به هر حال حاضر نیست که به فرزندانش توجه کنه، رسیدگی بکند. و روی این قرآن عظیم و شان هشدار داده که مسلمانان غافل شما را مال و اولاد از یاد الله تعالی، یعنی از ذکر خدای عز و جل، از تلاوت قرآن عظیم و شان، از عمل به احکام شریعت، از حقوق الله که همه یاد الله، رعایت کردن حقوق خدا، از رعایت کردن نماز و زکات، روزه و حج و از دیگر وظائفی که اسلام برای ما گذاشته، همه این از ذکر فروردگاران، از حقوق الناس، حقوق مردم که اینها هم همه ذکر پروردگاران، چرا الله دستور داده است که شما حق مردم را رعایت کنید. لہذا ما اگر حقوق مردم را رعایت کنیم، این یاد الله محسوب می شود، چون دستور خدایه. همانطور که ما بر رعایت کردن حق و حقوق دستور و فرمان الله تعالی نجات می گیریم، ثواب رعایت کردن حق و حقوق مردم همینطور برای ما اجر، برای ما ثواب، کرامت انسان ها، حرمت انسان، احترام گذاشتن به انسان ها، ولو اینکه فقیر باشه، ولو اینکه مفلوج باشه، مریض باشه، هر انسانی باشه، دیوانه باشه، هم کرامت داره، بچه ای داره، ما به بچه هم احترام کنیم و حرمت بچه را هم نگاه داریم، بچه را عقده ای نبر نیاوریم و بچه را تحقیر نکنیم، که همانطور که ما را اگر کسی تحقیر بکنه نگران میشیم، بچه هم به همین صورت، اون هم عزت نفس دارن، اون هم به هر حال برای خودشون قائلن، چیزی میفهمن، ولهذا حرمت به همه باید ما داشته باشیم و رعایت کنیم. امروز بسیاری از حقوق مردمان که در اثر همین غفلت و در اثر نشناختن وظیفه اسلامی و انسانی از بسیاری ضایع می شوند. همسایه ها بسیاری هستند که از دست همسایه ها اذیت و آزاران و تکلیفان رنجان، و عرض کنم که حق همسایه بسیار سنگینه. من اون روایتی که امام غزالی رحمه الله تعالی نقل کرده است یادم آمد که فرمودن خانه کسی موش بود و موش ها زیاد شدن توی خانهش، کسی مشوره داد که شما گربه در خانه تو بیاورید، گفت می ترسم که گربه بیاورم، از سر و صدای گربه اینا فرار بکنن و ترس گربه برن به خانه همسایه و حق همسایه ضایع میشه. ولهذا من برای همین خاطر گربه را در خانه خودم نمی آورم. انقدر در رابطه به حق و حقوق همسایه ها اسلام تاکید کرده است که حضرت فرمودن من گاهی فکر می کنم، خیال می کنم که همسایه ها را جبرائیل امین انقدر تاکید داره که در میراث من شریک باشن و میخوان شریک میراث من باشن، یعنی دین اسلام انقدر تاکید داره که آن حضرت احساس میفرمودن که شاید همسایه ها را میخوان در میراث شریک بکنن، همسایه در میراث شریک نشدن، ولی حقشون بسیار سنگینه. امروز پدر و مادران مینالن از فرزندان، بسیاری از پدران و مادران مینالند، اما خوش نصیبن اون فرزندانی که اطراف پدرشون جمعن و پدر نعمت میدونن، پدر ولی و سرفرست و ولی نعمت میدونن و حرمت قائلن برای پدران، این فرزندانم کم نیستن، این قدر شناسن، این ها انسان نمونه واقعی، این ها مسلمانان خوبن،
که حق و حقوق پدر را رعایت میکنن، حق و حقوق انسان ها را رعایت میکنن، بزرگتر ها را رعایت میکنن و حق خدا را رعایت میکنن. اسلام توصیه کرده است که بزرگتر ها را حرمت قائل باشید و بر کوچکا و فرزندان رحم کنید، ترحم داشته باشید. به پیر مرد ها و به انسان های موسفید و معتمد و ریش سفید و عالم و تحصیل کرده و مسن و معمر باید احترام قائل باشیم. زن یا مرد حرمت داره، سن از او گذشته است و لحاظا به او احترام و به جوانان به کوچک ها باید ترحم بشه و شفقت با شفقت با اونها برخورد بشه، دست به سرشون کشیده بشه. این تعلیم زیبای دین مبین اسلامه. رشته داران و قرابت حق دارن. صله رحمی از اولی مسائل بود که آن حضرت در مکه مکرمه او را تبلیغ کردن، ولذا صله رحمی باید رعایت بشه. خیشاوندان نسبت به یک دیگر احترام قائل باشند. خانه برادر و خانه خواهر و عمو و عما و رشته داران و خیشاوندان سر بزنید و بشینید با اونها و این ارزش داره. نه تنها دنیا ارزش داشته باشه، نه، دنیا که برای هیچ کسی پایدار نیست، مال برای هیچ کسی نمانده که برای من و شما بماند، اما این مسائل میمانه، محبت میمانه، دوستی میمانه، احترام کردن یک دیگه میمانه. اینها میمانند و اینها عمل باقیان و اینها باقیات الصالحاتن. به یتیم ها ترحم بشه، به مستمندان، به خانواده زندانی و زندانی را فراموش نکنید، خانواده زندانی را فراموش نکنید، به اونها دست برسونید، به اونها کمک کنید که دین اسلام به این تاکید داره و فرموده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. گاهی ما میبینیم که از تهران و از شهرهای بزرگ ایران میآیند اینجا برای مدرسه سازی، خیرین مدرسه ساز میآیند، بسیاری که به یتیم ها کمک بکنند. هر یک ده یتیم و بیس یتیم تحت تکفل داره. دا اینجا بازه آمدن کجا لا شهر میگه نیک شهر ما مثلا یتیم تکفل داریم. اینها چیزای ارزشمندیان. آن حضرت فرمودن من و کسی که یتیم پرورش میکنه و سرفرستی میکنه، من آن حضرت فرمودن و او مثل این دوتا انگشت با هم در بهشت نزدیکیم. ارزشمند خانه که در آن یتیم باشه، خانواده که در فکر یتیم هاست و انسان های مسلمانانی که در فکر یتیم ها هستند و به یتیم ها رسیدگی می کنند. این ها ارزشمنده، این عمل ارزشمنده. عزیزان من، یتیم حقش سنگینه، میراث سنگینه و متاسفانه امروز توی جامعه ما بسیاری هستند که به میراث توجه ندارن. هر کسی دستش میراث افتاد حیف و میل می کنند و میراث تصرف مالکانه می کنند و میراث می خورند، در حالی که این سختترین گناه، بالاترین گناه و سختترین دستور الله است که باید رعایت بشه. میراث رعایت بشه، حقوق الناس رعایت بشه، حق یتیم ها، حق زن ها، مهریه زن هم سنگینه، وام برگردن من و شما و همچنان عزیزان حق میراث زنان سنگینه. هیچ کسی هم از ما نمیتواند جواب خدا را بدهد اگر حق دختران نادیده بگیره و مال بین پسران تقسیم بکنه و سهم زنان ندهد، رضایت دختران داشته نباشه، به اونا چیزی نده. این پسران برای من و شما در قبر جواب نمیدهند. فکر قبرتون بکنید. اولاد در قبر برای من و شما جواب نمیده در آخرت. حق و حقوق انسان ها را رعایت کنید. و بسیاری هستند
که مال یتیم را حیف و میل می کنند، میراث زنان را حیف و میل می کنند، و اینها اگر شب روز نماز بخونند، هر سال حج بروند، هر سال قربانی بکنند، از عذاب خدا خلاص نمیشن و از عذاب الهی نجات نمیگیرن. چه حقوق الناس سنگینه و حق مردم بسیار مشکل و دشوار هست. عزیزان بیدار باشید. غفلت یعنی همینه که محبت ما لانقدر در دل جا داشته باشه که ما حق و ناحق ندونیم، حرام و حلال فرق قائل نباشیم، حقوق مردم و یتیم ها را و حق زنان تشخیص ندیم. و لهذا هرچه می آید حیف و میل بکنیم و تصرفات مالکانه انجام بدیم، این آند که روز قیامت تاک گردن ما می شوند، این آند که مسیر بهشت را برای ما مسدود می کنند و ما را به دیگه طرف سوق می دهند. یتیم، هر کسی که مال یتیم را بخوره، او آتشی را پرورده در شکم و روز قیامت وقت محشور میشه به بارگاه الله. حدیث است که هم از سوراخ‌های بینی و دهن او آتش بیرون میآید و درون شکمش پر از آتش است. الله من و شما را نجات بده. بسیاری هستند که به حقوق از ماها که به حقوق مردم پروا ندارند، مال مردم در معاملات یا در قرض میگیرند از او، اما پس دادن دین مردم سنگینه، چنان سنگینه که گویا این میخواد از جانب خود چیز مجانی بده، میخواد خیرات بده، میخواد بخشش و هدیه بده، و چنان حق مردم سنگینه. پرداختن دین مردم، پرداختن حق مردم بر بعض بسیار سنگینه. امروز فردا میکنه، این ساعت و اون ساعت میکنه، امروز فردا، فردا که میاد میگه فس فردا، و این نامناسبه. این نشان آنه که ما گرفتار حب مالیم. همین الله میگه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. محبت ما اولاد، محبت مال شما را از ذکر و یاد الله غافل نکنه، از ادای حقوق مالی و غیر مالی شما را من نکنه. ولهذا عزیزان من، دین مردم چرا اینطور باشه؟ بسیاری هستند که مال مردم اگر در دستشون بیفته اینا غنیمت میدانن، اینا حیف و میل میکنن. بسیاری از این درگیری ها و اختلافات و حتی جنگای قومی بررسی بکنید و آسیب شناسی بکنید، به مال برمیگردن، به اینکه دین نداده، به اینکه مال تاراج کرده است، به اینکه مال مردم خورده، مال مردم را اشخاص خالی باشه، هر چیز خرابی باشه، مال مردمه، نباید مال مردم کسی تصرف بکنه. این مواد مخدر گرچه حرامه، ولی به هر حال اگه کسی در کسی این خلاف مرتکب بشه، برای هیچ کسی جایز نیست که تصرف بکنه او را و ببره حیف و میل بکنه. بله دولت که ضبط میکنه هر چیزی را و مواد مخدر را، چون این ضرری داره برای مملکت، برخلاف قانونه، برخلاف مقرراته، و لحاظه او چیز دیگر هست. اما هیچ فرد حق نداره که مال کسی قاچاق باشه یا مال کسی خلاف قانون باشه و شریعت باشه، کسی دیگه او رو تصرف بکنه، تصرف مالکانه بکنه و بگه که این فلان چیزه، لہذا هر کسی که دستش افتاد باید بخوره. نه، این باید جواب بده. این به هم زدن نظمه، به هم زدن آرامشه. متاسفانه بسیاری با این کار نامناسب و زشت همین مواد مخدر امنیت به هم زدن و مشکلات ایجاد کردن. ولهذا هر کسی میبری حیف و میل میکنه و همه را نمیدن. ولهذا یکی از زشترین فدیده های امروز همین گروگانگیریه. گروگانگیری بدترین شیوه و زشترین مسائله. انسانی را زنجیر کردن، بچه ها را بردن، پیر مرد ها و کهن سال ها را بردن. ولهذا این
بسیار پدیده زشته، باید مردم ما از این دست بکشن و این عمل باید همه اقوام، همه بزرگان طوائف، همه معتمدین و پدران، همه علما، همه منبرها باید این تقبیح بکنن. زشته عزیزان من قتل و زشته گروگانگیری و زشته سرقت و زشته رهزنی و همه اینها اون چیزیست که قرآن فرموده لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. در اثر محبت مال ما حقوق را نشناسیم و ما حق مردم نادیده بگیریم و دست به جنایاتی بزنیم و دست به گناه بزنیم. اللہ اینا من کرده شمارا و لحظه ما باید حدود و مقررات الهی را باید ما در نظر بگیریم و مراعات کنیم و حقوق همه انسان را رعایت کنیم. بیدار باشیم عزیزان من و هوشیار باشیم که در مسیر ما در میریم که تو مسیر قبر هست و جایی که ما تنها آنجا خواهیم بود، دیگر کسی همراه نیست. عزیزان من امروز گوش آیا با آمادگی ندارم که قبر صحبت بشه و از حساب و کتاب و از ملاقات فروردگار و از روز محشر و قیامت صحبت بشه و از جنت و جهنم صحبت بشه. گوشای ما بدهکار نیست و زیاد خوشمون نمی گذره، در حالی که عزیزان من اینا واقعیتن، اینا اعتقادن، اینا ایمانن که در این مسیر ما این چالش ها وجود داره، این دست انداز ها وجود داره. باید ما فکر قبر رو کنیم و در قبرمون آتش نبریم با خودمون، در قبرمون عذاب با خود همراه نبریم. چرا گناه و چرا نافرمانی و چرا غفلت و همه اینا سروران گرامی آتش ها. امروز ربا چه اندازه موجود توی جامعه و بسیاری هستن که حاضر نیستن در رابطه با ربا کلمه بشنون، در حالی که همه اتباهی و همه مشکلات امروز در جامعه بر میگردن بر ربا. چرا ربا جنگ با خدا و رسوله؟ چه کسی توانایی داره که با خدا بجنگه؟ چه کسی توانایی داره که با رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجنگه؟ و هر کس ربا بگیره اعلام جنگ کرده است با خدا و رسول، و جنگ خدا و رسول هم اعلام شده در قرآن نسبت به او. و ربا امروز فراوانه تو مملکت ما. امروز مشکلات اقتصادی را بنده به عنوان یک پیش نماز و به یک کسی که به هر حال با علوم شرعی و دینی و قرآنی سر و کار دارم، نه تنها من بنده هستم، یکی هم بنده از اونها. به هر حال کارشناسی و آسیب شناسی بندانه و بسیار دیگر که این مشکلات و چالشی که امروز توی کشور ما هست در همین مسئله که مسئله ربا رعایت نمیشه. ربا فراوانه، ربا زیاد شده و بسیاری از مردم که معامله میکنن توی بازار مسئله ربا را رعایت نمیکنن. وامشون که میرسه اگر طلب نداشته باشه که بده و نده، این وام افزایش میدن. و ربا همینه سروران گرامی، کسی وام داده حالا افزایشش بده، بعضی کلاه شریعه حیله شریعه درست میکنن، از مردم پول اضافه میگیرن، نمیدانن که این جنگ با خدا و رسوله و اقتصاد تباه میکنه، به اقتصاد ضربه میزنه. بسیاری از بانک های دنیا و مؤسسه های مالی و صندوق های مالی در درون کشور و بیرون کشور که با چالش شکست مواجهان و بنبست مواجه می شوند، اگر بررسی بشه بر می گرده به مسئله ربا. ولذا ربا را باید ترک کرد، رشوه را باید ترک کرد، زنا از بدترین گناه هاست و مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر از
بد زشترین و کثیفترین عملا هستند، نشانه آنه که انسان از قبر غافله، از خدا دوره و از قرآن دوره و انسان غافل است که دست به چنان جنایاتی میزنه، دنبال هواهای نفسانی میره. اینها بندگان نفسن، اینها بندگان شیطانن که دست به منکرات بزرگ میزنن، دست به گناه میزنن و به مسئله ناموس و حیا توجه ندارن، قتل و غارت میکنن، رهزنی میکنن سروران گرامی. این کتاب خدا را و سنت حضرت رسول را پشت انداختن و رو توجه ندادن و تعلیم زیبای محمد رسول الله را اینها فرض کردن و لحاظ به این توجه ندادن. خود را مسلمان میگن و نام مسلمانی را یدک میکشن، اما مرتکب گناهای سنگینن، مرتکب گناهای کبیرن و اینها باید ترک بشه توی جامعه، باید جامعه دست از گناه بکشه و فساد بکشه. اینها فسادن که رب العالمین ناراض میکنن و قهر خدا مسلط میشه و امروز آنچه که در جهان اسلام میگذره اگر کارشناسی بشه و بررسی بشه و بر میگرده، یه علتش منکراتن، مفاسدن، گناهان، نافرمانیان و غفلتن از خدا و غفلتن از ادای حقوق، حقوق انسانی و حقوق مسلمان غیر مسلمان، و برمیگرده به همین نافرمانی ها و غفلت از رب العالمین. رب العالمین ذاتی است که نباید نافرمانی بشه، نباید خدا را کسی مخالفت بکنه، نباید حکم خدا را کسی نادیده بگیره. چرا که هرچه داریم از الله داریم. شما ارائه بدید چیزی را که غیر خدا به شما داده. بله اگر غیر خدا به شما تکه نان بده، به شما لباس بده، خدا در دلش داده که به شما بده. خدای عز و جل همه نعمت برمیگردم به رب، همه ولی نعمت فروردگاره. من و شما اینجا آمدیم در مقابل خدا عاجزی بکنیم و درماندگیمون را در مقابل خدا نشان بدیم. چه کسی را سجده می کنیم، چه کسی را تواضع می کنیم، جلوه چه کسی گریه می کنیم. لذا نباید خدا نافرمانی بشه. الامان از نافرمانی خدا. نافرمانی خدا نتیجه غفلت، نتیجه کوتاهی و نتیجه فراموشی است. و از عزیزان من و اینا دستورات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که زندگی خود و خانواده و فرزندان خود و صحابه کرام را برای من و شما فدا کردن، همه چیز را فدای تشکیل امت کردن، امت مسلم آخرین امته و این تنها امته، تنها شریعتی که در والله نجات گذاشته. همه شریعت ها را اللہ تعالی خاتمه داد، همه کتاب ها به پایان رسیدن. اکنون تا قیامت نجات در قرآن، نجات در سنت زیبا و شریعت اسلام سنت آن حضرت هست. و امروز ما مسلمانان نسبت به سنت ها غافلیم و به سنت ها توجه نداریم، در حالی که سنت نورانیه و راه روشنه و کوتاه ترین را به بهشته، که ما شریعت خدا را و دین خدا را بر طریق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و با دستور آن حضرت انجام بدیم. این سنت سروران گرامی. الله من و شما را در مسیر شریعت و من و شما را در مسیر سنت قرار بده. و عزیزان من، ما باید دین اسلام محکم بگیریم، مضبوط بگیریم. ما باید برای آخرت آمادگی بکنیم و نباید ما قبر را فراموش بکنیم. امروز یک مسئله بسیار تکان دهنده، دل خراش و غیر قابل تحمل مسئله میانمار هست که متاسفانه میانماری ها دولت
میانمار، حکومت میانمار بسیار ظلم نسبت به مسلمانان میکنن که در هیچ قرن سراغ این جنایت و سراغ این ظلم نیست. در سه روز در اخبار منتشر شده بود، اروپایی نفاش کردن که در سه روز 3000 نفر کشتن، روستاهای مسلمان نشین محاصره می کنند و از بچه کوچه گرفته تا زنان و سال خوردگان و جوانان بر هیچ کسی رحم نمی کنند، قتل عام می کنند و مرد می کشند و به جرم اینکه مسلمانان، به جرم اینکه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانند. با بقیه میانماری ها در اعتقاد که اونها بودایی و بت پرستن، اونها موافق نیستن، به هر حال این جنایت میشه و جنایت بسیار سنگینه و هیچ جای توی کره خاکی سراغ نیست که کسانه به جرم اعتقاد کشته بشن. بلی هر جای دنیا جنگ بشه، افراد جنگجو را میزنن و از او گلایه نیست، کسی انتظاری هم نداره، اما به سراغ زنان رفتن و به بچه ها رفتن و انجا جنگ هم نیست، به افرادی که با جنگ کار ندارن و درگیر هم نیستن با دو حکومت و دولت میانمار، قتل عام این مردم بی دفاع، این نسل کشیه و این جنایت جنگیه و این جنایت سنگینه، جنایت بر بشریت هست و جنایت بر انسانیت هست و تعجب این که چرا این قدرت ها سکوتن، چرا شورای امنیت هیچ کاری انجام نمیده، چرا سازمان ملل جلسه تشکیل نمیده، چرا شورای امنیت جلسه تشکیل نمیده و چرا حقوق بشر فعال نیست که از این انسانهای بی دفاع دفاع بکنه، از این انسانهای مظلوم حمایت بکنه؟ کجان کشور اسلامی و سران کشور اسلامی که به وظیفهشون چرا عمل نمی کنند؟ بشریت امروز و انسانیت امروز، ملت ها و دولت ها کجان که به رسالت خودشون عمل بکنند؟ چرا این قدرت ها که جای دیگه که منافع دارن با عنوان های مختلف و به شیوه های فریبنده حمله می کنند و مردم می زنند و زندگیشون را تارمار می کنند؟ اینا کجان که منافع در میانمار فقیر ندارند؟ لہذا ایچ یک از ایک قدرت ها، نہ روسیہ نہ امریکہ و نہ دیگر قدرت ها کے عضو آپ بالائے شورای امنیت هستن، چرا در حق این مسلمانان میانمار تصمیم گرفته نمیشه؟ چرا این دولت تحریم نمیشه؟ چرا این تحت فشار سازمان های بین المللی قرار نمیگیره و چرا این ادب نشه و اینها چرا میانمار یها به سر جایشون نشانده نشه؟ مسلمانان کجا؟ کشور اسلامی و چرا احساس همدردی اونطور که باید و شایده، انطور که وظیفه، انطور که بازدار اندمشه، حرکتی انجام نمیگیری از مسلمانان؟ و لحاظه این بسیار واقعا رنج دهنده، بدتر از کشتن اونها، بدتر از آواره کردن اونها، چیزی که رنج دهنده اینه که هیچ کس حاضر نیست آواره دان تحویل بگیره، از اینا فضیرائی بکنه، هیچ کس حاضر نیست اینا همدردی بکنه، هیچ کس حاضر نیست حرفی اینها را بزنه و اینا مظلوم هم و به هر حال باید به اینها رسیدگی میشون. عزیزان من، امروز تو یه دنیا یه شرایط امروز موجود هست که واقعا این شرایط در گذشته نبوده و سراغ نداریم، چنان به هم پاشیدگی بین مسلمانان، چنان اختلاف بین مسلمانان، چنان درگیری های فرقی و عرض کنم که قومی و بلا کشمکشی که امروز در میان مسلمانان است بسیار شدیده و بسیار مشکله و دشمنان از این کشمکش استفاده می کنند. افرادگرایی و تندروی و تکفیر امروز در میان مسلمانان زیاد شده
مسلمان هست و خود را مسلمان میگه، اما مسلمان حالا بدون علم تکفیر میکنه و اطلاع کتاب خدا نداره، اطلاع سنت نداره، آگهی از شریعت اسلام نداره، علما را تکفیر میکنن و شیعه را تکفیر میکنن، سنی را تکفیر میکنن و بعد تصمیم به کشتن هم میگیرن. اینا کسانی هستن که از خدا غافلن، اینا خیال نکنند که در مسیر سنتن. مسیر سنتی نبوده، مسیر شریعتی نبوده و اینها باید به فکر بیفتن، فکر کنن که چه کسانی را تکفیر میکنه. آیا تکفیر اگر طرف شایستش نباشه، این تکفیر به خود طرف برمیگرده، آخرتشون را خراب میکنند. بسیاری هستند و لحاظا این مشکلات و چالش هایی است که امروز بر سر راه جهان اسلام هست و بر سر مسلمانان هست. امروز متاسفانه یک مسئله مهم که جز اصول و جز قوانین هر فدیده است آنه که آسیب شناسی بشه و ما برای از همین تریبونه، خودمان تریبونه جمعه اینجا و عیدن اینجا، این فریاد زده شده است که این مسائل باید همه امروز آسیب شناسی بشن، ببینن چه آسیبی، آسیب چه بوده که به هم زده جهان اسلام، آسیب چی بوده که مشکلات ایجاد کرده و مسلمانان گرفتار افراطگرایی و تندروی کرده است. و امروز خیلی از اروپایی ها به همین فکر افتادن و آسیب شناسی های انجام گرفته و یا آسیب شناسی ها قبل از اونا یا آسیب شناسی ها را ما کردیم، یعنی مسلمانان کردن. و به هر حال حرف همین بوده، اونها به این نتیجه هم رسیدن که نشنیدن حرف مردم و عدم توجه به خواسته ملت ها در خاورمیانه، در کشورهای اسلامی، عدم توجه به اقلیت های قومی و مذهبی، اقلیت های دینی و نشنیدن حرف اونها و سرکوب کردن اونها و زندان کردن اونها و کشتن اونها، این آسیبایی هستن که متاسفانه این به هم پاشیدگی و این مشکلات به وجود آوردن توی جهان اسلام. و همین مسئله وقت فلسطین ما فریاد میزنن مسلمانا، آیا قدرت های غربی چرا شما مسئله فلسطین آسیب شناسی نمی کنید؟ چرا این مشکلات که در فلسطین اینه چرا نادیده می گیرید؟ وقتی که بر اسرائیل بر سر منطق حاضر نیست، پای میز مذاکره بشینه و حاضر نیست تن به عدالت بده، و لحاظه این مشکلات فلسطین دنیا را آتش داده. یکی از مسائل تروریسم و افراطگرایی و همراهای انتحاری آسیب شناسی میشه برمیگرده به مسئله فلسطین و حمایت بیجا و حمایت غیر هوشمندانه غرب هست از اسرائیل لغاسب و سایونستا که به هم زده نه تنها فلسطین را بلکه دنیا را به هم زده است. دنیا اگر میخواد با افراطگرایی مبارزه بکنه، دنیا اگر میخواد با تروریسم مبارزه بکنه، این حرف یقینیه و این حرف حتمیه و این کارشناسی واقعیه که راه جز تن دادن به عدالت، راه جز تن دادن به حقوق مردم، اقلیت های مردم قومی و مذهبی و دینی، و راه به جز گوش دادن حرف مردم و توجه کردن حرف مردم نیست. عدالت اجرا بشه، تبعیض در دنیا برطرف بشه، بهترین راه به خدا آنچه که بنده میفهمم اینا و همین واقعیت آنه که بهترین راه مبارزه با افراطگرایی، بهترین راه مبارزه با ناامنی، با خشونت و
همه اینا بهترین راش اجرای عدالته و رفع تبعیض در همه کشورهای اسلامی به حقوق علیت همه کشور مسلمان ملت مسلمان توجه کنند و غیر مسلمان توجه بکنن، تن به عدالت بدن و عدالت اجرا بکنن و حرف مخالفان گوش بدن، حرف اقلیتان گوش بدن، خواسته قانونی اونها را توجه کنن. این زمین اجرای عدالت، این زمین توسعه و این زمین امنیت. اگر دنیا ما آتش بگیره خدای نکرده، اون کشوری و ملتی که به این مسائل توجه بکنه او توی دنیا امر باقی میمونه. ولهذا این مسائل که باید دنیا به اینها توجه بکنه. عزیزان هر جا تشریف دارن به صفا بپیوندن. شما عزیزان دورید، بیایید نزدیک، فاصله را به هم بزنید. بیایید عزیزان من، حرف بنده را توجه کنید، بیایید به صفا بپیوندید که نماز در حال برگزار شدن است. ماشاءالله زودتر تشریف بیاورید، به صفا برسونید خود را. ماشاءالله نماز شما در صفا ثوابش بیشتره و انشاءالله بعد از نماز خطبه و به خطبه جز همین برنامه عیده. ولی از کسانی که خطبه را توجه نکنند برنامه عیدشون را به هم زدن، ولی از همه بشینن و توجه کنند انشاءالله. و از بزرگترین عمل امروز شما سروران گرامی قربانی است. قربانی عمل بزرگی است، اجر عظیم داره، ثواب بزرگ داره. و بعد از نماز اقدام میکنیم به قربانی و بعد نماز جمعه هست. و توصیه بنده به شما اینه که برای نماز اهمیت قائل باشید. آن حضرت آخری لحظه زندگی آن حضرت و توصیه میکنه شما را به نماز، اتقوا الله فی الصلاة، از خدا بترسید در رابطه با نماز، از خدا بترسید در رابطه با حقوق الناس، از خدا بترسید در رابطه با فکر آخرات و فکر قیامات و فکر قبر و حقوق الناس، و از خدا بترسید در رابطه با دین خدا، زکات و سایر احکامات با عمل بکنیم و از خدا بترسیم و از گناه دوری کنیم و فرهیز بکنیم. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.